بله، این دوست بانو شما رو در ادامه برنامه خوش آمدید میگم و همچنان سلام صبح بخیر ویژه دارم خدمت کسانی که تازه با ما پیوستن و همچنان برنامه صبح پای تخت بیننده هستن. خوشحال هستم که شما رو داریم و همچنان در استودیو مهمان ما با ما هست که آقای احمد محمود امپراتور با ما هست. هم قسمی که در اول هم گفتم اینا شاعر هستن، شعرهای بسیار زیبایی را میسرایند و همچنان امروز ما مشتاق هستیم که از اینا دکلمای بسیار زیبایی را بشنویم. آقای محمود سلام به شما، صبح شما بخیر، خوش آمدید. صبح شما بخیر و به بینندگان عزیزتان سلامت. تشکر که ما را دعوت کردید. تشکر از شما هم که تشریف آوردین، وقت گذاشتین و در برنامه ما آمدین. شما شاعر هستین و چقدر خوب است که ما امروز از شما شعرهای زیبایتان را بشنویم. در اول خوب است که بدانیم که شما چند وقت است که شعر می سراین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. من حدوداً 9 تا 10 سال میشه که به شکل عرفوی سرودن شعر آغاز کردیم. البته پیش از او هم بوده. به شکل قالب های کلاسیک می سرایم. بسیار خوب. و سوال دیگه. بسیار عالی. واقعا زیبا هست و معمولا ما شاعرای بسیار مثلا با استعداد و همچنان خارق العاده ای داریم که شعرهای بسیار زیبایی می سرایم و ما حمده جان هم منتظر هستیم، بیندای زم منتظر هست که در اول اگر شما یک شعر زیبا بشنوید. بسیار خوب، پارچه شعری براتان انتخاب کردیم، از یک پارچه مخمس براتان میخوانم. بسیار خوب، بفرمایید. هنوز خون دل از دیدگان من جاریست، هنوز طعم سخن در بیان من جاریست، هنوز عشق کهن در نهان من جاریست، هنوز عطر تنت در مکان من جاریست، هنوز شهد لبت در لبان من جاریست. ز داغ اجر تو در دل نشانه ها دارم، به یاد و خاطرت هر شب ترانه ها دارم، به شاخسار خیالم فسانه ها دارم، هنوز بر وصالت بهانه ها دارم، بیا که روز و شبان کاروان من جاریست. تنم به مثل دو چشمت هنوز بیمار است، درون سینه من پرز رمز و اسرار است، پناهگاه و سرم سایه های دیوار است، سلام عابر این شهر رنج و آزار است، ولی حضور تو هم در روان من جاری است. خدا بگیردم این تنگ دستی های مرا، سقوط پی و پی و این شکستی های مرا، به کنج خانقه و بت پرستی های مرا، می و پیاله و با غیر مستی های مرا، به وقت گشته چنین هر مقام من جاری است. ز فیض زلف تو آخر غزل سرا گشتم، ز وصف حسن تو اکنون جهان نما گشتم، به امتحان خداوندی مبتلا گشتم، هزار شکر که من لایق بقا گشتم، شکوه قدرت شعر از توان من جاری است. مخمس و غزل و چار پاره ها گفتم، به هر ردیف و به هر قافیه بیا گفتم، تو را حبیب و طبیب و تو را شفا گفتم، میان سجده خود بارها خدا گفتم، تجسمی تو به ذهن و به جان من جاری است. شیرینی لب ما با نبات ممکن نیست، ز داغ آتش عشقت نجات ممکن نیست، بدون تو بری محمود حیات ممکن نیست، به غیر تو ز خدا التفات ممکن نیست، به شعر این قسمی جاودان من جاری است. بسیار بسیار عالی، واقعا زیبا بود و همچنان قدر زیبا و با احساس دکلمه کرد آقای محمود که اینی همیشه دل آدم میشه که باید گوش بکنه و شعرهای اینا. بله. واقعا زیبا هست و آقای محمود اگر میشه درباره شعرتون بگوین که چند مدت رویش کار کردین و همچنان ای که مثلا در دیگر جای هم میره خواندین تا حال یا خیر. بسیار زیاد تشکر. قالب های مخمس، قالب هایی که پنج پنج بیت هر کدامش چی میشه، قالب هایی هست که بیشتر اگر به غزل کسی باشه خود طبیعیست که یک اندازه تحمق باید صورت بگیره، ولی این مخمس به غزل خودم بود. شما باور کنین که
گاهی سرودن شعر شاعرای عزیز صدای ما را و ما را میبینن به شکل الهامی شما باور کنین که کمتر از چند دقیقه را میگیره، حتی شما را اجازه نقطه گذاری ها را نمیده. و این مخمسی را هم که حال براتان دکلمه کردم شاید کار یک نصف یک روز ما باشه. بله آقای محمود، شما تا حال چند شعر بخش نوشتید؟ خب به طبر دقیق براتان گفته نمیتونم، اما بیشتر از 380-400 غزل است. بسیار خوب. که غزل ها بیشترین کمترین ابیاتش 7 بیت، بیشترینش تا 14 بیت هم ما غزل سرودیم. مخمس ها خود طبیعی است که مطابق هر غزل سروده میشه که حدودا 75 بیت تا 80 بیت هم که تقریبا یعنی اکثرت شعرش ما غزل است و مخمس. قالب های مختلف، غزل است، مخمس است، مستزاد است، مثنوی است، مسمت است. بله. و شعرهایی که شما سرودین و گفتین بسیار زیاد هم هست، چقدرش تا حال به چاپ رسیده و مردم استفاده میکنن از اون؟ متاسفانه به شکل کتاب های الکترونیکی ما ساختیم. البته من شخص خودم کمتر، ولی بیشتر کتابخانه مولانایی کار کرده که در بیرون از کشور هستن. بله. که ازشان ما سپاسگزار هستیم. ولی ما تا را به چاپ نرساندیم، بیشتر مصروفیت هایی بوده. آماده شده برای چاپ ولی اون فرصتش مساعد نمیشه که بسیار خود شعر مصروف نگاه میکنه آدم که وقتی یک هوای میای و میسرایی و میسرایی میسرایی دیگه هیچ فرصتی از اون نمیشه. بله. انشالله میشه بخیر. بله، به نظر شما ادبیات شعر اینا در افغانستان چقدر تانسته که جایگاه مطلوب خود پیدا بکنه؟ خوشبختانه ادبیات جایگاه خود را از نو نی از سابق در افغانستان داشت. ما یک تاریخ کاهنی از ادبیات را خدا را شکر سرزمین افغانستان داره. به یک مدتی جنگ های داخلی و مشکلات ها و کشمکش ها صورت گرفت، با آنم که عزیزایی که خارج از کشور هم بودن بیشتر درد داشتن، بیشتر سرودن. به شگوفایی است و خوب است بگذارند که امی شگوفایی روز تا روز خوبتر رونق بگیره و خوبتر جلوه کنه در سرزمین ادب و ادبیات دنیا. بله دقیقاً. خب حمیده جان و همچنان اگر آقای محمود آماده باشن، چون معمولا وقتی در برنامه ما شاعر داشتیم و آوازخوان داشتیم معمولا همگی دوست دارن که شعرای اینا رو بشنون، اگر آماده باشین باز هم یک شعر از شما بشنیم. بسیار خوب، یک شعر باز براتون، غزل برم خمس دیگه براتون میخوانم. بسیار خوب. کم انتقادی است، مشکل نیست. میشنه بشکستهند شان و شکوه و غرور را، برباد دادهند زمامی همور را، بربستهند چشمه خورشید و نور را، بیمار کردهند همه افکار جور را، دنگاندهند در همه جا زنگ چور را. از بوی معرفت به مشامم نمی رسد، از شهد زندگانی به کامم نمی رسد، ملا و محتسب به مقامم نمی رسد، هر جاهلی به نیمه گامم نمی رسد، باشد خدا غیور و نگهبان غیور را. ایچ احترامی نیست بری مادر و پدر، باد است بوی آدسه خاک است پر خطر، فرقی زیاد نیست به خرموره و گهر، دارا و غریب و دوست کنون گشتم معتبر، مشکل که فهم و عقل رسانی سطور را. شمشاد سبز و قامت زیبای کاچ کو، یار و رفیق کاکو نیکو مزاج کو، این دردهای کهنه ما را علاج کو، بر شام تار زندگی ما سراج کو، از جهل و از نفاق نبینی سرور را. عهد و وفا و دوستی بر باد رفته است، نخچیر زخمی خانه صیاد رفته است، مظلوم به پای بوسی جلاد رفته است، انسانیت تو گویی ز بنیاد رفته هست، صبر و قرار نیست دل ناصبور را.
جز درد و غم ز شادی به ما امتیاز نیست، از پیر تا جوان نگری سرفراز نیست، درد و علم فزون علم و اعتراض نیست، معشوقه ها زیاد ولی دلنواز نیست، آخر کجا برم سخنی بی حضور را. خشکیده هست باغ و چمن، دشت شد کویر، شد بای بی بضاعت و دارنده شد فقیر، قدرت فتاده دست شرانداز و بدزمیر، برگشته هست پرگشته هست این وطن از بیوه و صغیر، وا کرده هند بر همگان راه گور را. شهر و دیار را بگرفته است ناسپاس، قدر و شرف کنون شده در جامه و لباس، هر یک به جان یک دیگر هستند در اقتباس، کمتر بیابی حق بین و حق گوی و حق شناس، دهشت گرفته جا و مکانی شعور را. هر بی کمال رهبر و مولا نمی شود، هر چشم کور نرگس شهلا نمی شود، هر خارزار دامن صحرا نمی شود، هر کاسه شکسته مینا نمی شود، سنجیده هم من رهی نزدیک و دور را. تا که وطن به دست بد و بدسگال شد، یک روز ما به گونه چند ماه و سال شد، آواز زاغ بر سر ما نیک فال شد، هر دم نفس کشیدن مایان و بال شد، بگداخته است وحشت ظالم تنور را. یک بند دیگه مونده تمام میشه. از خونهای ریخته پیمانه می زنند، تکیه به تخت و کرسی شاهانه می زنند، صدها سلام و سجده به بیگانه می زنند، خنده به حال محمود دیوانه می زنند، غافل از آن که کی برسند تبه زور را. بله، واقعا زیبا بود، واقعا بله، زیبا دکلمه کردن و همچون بسیار جمله ها و پیام های بسیار زیبا داشتن و مستحیل بله، شده تشکر. شما در این شعرتان تمام درد و تمام چالش های کشور ما را، مردم ما را در این شعرتان بیان کرده بوده. بله، و حمید جان من میخوایم از آقای محمود بپرسم، چون معمولا ما شاعرهایی که در برنامه داشتیم همین سوال را هم کردیم که اکثرشان مثلا نظریه ها و دیدهایشان متفاوت بودن چون حالت ها فرق میکنن، شما خودتان در چه حالت میتونین خیلی زیباتر به سرای این شعر؟ بعضیا هستن که میگن من ناراحت باشم خوبتر میتونم وارد همین شعر سرایشم، و بعضیا میگن من که زیاد خوشحال باشم میتونم خوب شعر بسرایم. شما در کدام حالت خیلی میتونین زیبا بنویسید؟ به نظریات شعرای عزیز احترام دارم، اونا درست میفرماین. طبیعی است که وقت شاد باشی، وقت حالتت خوب باشه، شعرهای عاشقانه و زیبا می سرایی. وقتی حالتت به ایچینین وضعیتهایی که در کشور هر روز رخ می ده، طبیعیست که آدم غمگین می سازه و بیشتر دردهای آدم. اینال این نظر به شعر است که کدام شعر در کدام هوا. طبیعیست که شعرهای عاشقانه در یک هوایی عاشقانه و زیبا، و یک شعرهایی که در درد و فراق و رنج است او در هوای خودش، امی چیز ما تایید میکنم. بله بله آقای محمود، ایده ای که شما به این شعر شوین چطور آمد در ذهنتان، و یا ای که چی باعث شد که شما بخواین که شعر بنویسید؟ ولی یک خواست شخصی ما نبوده، امی خود زمانی که آدم در یک جامعه از دوران کودکی و دوران نوجوانی میای، تحولات پیش میای. با اینکه یک ریشه در خانواده ما داره شعر و شعر سرودن، خیلی خوب، اما به این معنا نیست که اگر آدم در خانواده شاعر بود باید شعر بگه و شاعر شد. خود عشق، خود سوز و گدازی در قلب انسان و احساساتی که شما ایرا باور کنین که احساس یک شاعر با یک انسان دیگه از سری تا سره یا فرق میکنه، به خاطر از اینکه درد بیشتر و احساس بیشتر و او باعث میشه که شعر بسرای. ما هم حتما یا زیاد گناهگار بودیم که خداوند نمی برای فال بنامی من دیوانه زدن، اما تو شده و
بله، واقعا شعر سرودن کار آسان نیست و خداوند حتما زیاد دوستان داشته که حس و همچنین توانایی را بر شما داده. و ما میخوایم از آقای محمودی را هم بپرسم که واقعا تا حال تو یک چیز رخ داده برتان که شعر شما را کسی دیگه گرفته باشه، چون امروز در صفحات مجازی زودتر یک چیز پخش میشه و نام خود نشر کرده باشه، و اگر همچون کار شده شما چی عکس العمل نشان داده؟ والا خدا را شکر تایره خو من ندیده میرکم، اگر شوم شاید پتو پنهان شده باشه. اما یک چیز بسیار خوب است که مصافات اجتماعی امی دروغ ها را بیرون میسازن، و باز جای شکر است که بعضی ها یکام انتقاد های داشتن، چون ما با آقای نعیم جوهر که اونا به آلمان تشریف دارن گاهی بداهه سراهی میکردیم، البته از طریق صفحه اجتماعی اینا. باز چند چلنجی با بعضی عزیزا بود که ما دادیم که امی پیش ساخته نیست، ولی در قسمت که شعر مرا کسی گرفته باشه او تو نشده، اما ایتور شده که کسی گفته باشه که من یک شعر میخوایم. اما صادقانه که بازو به صفحات اجتماعی یادم و بخش کتاب من او ثبت نشده. بسیار عالی، بسیار عالی. و همچنان با شکل آخرین سوال میخوایم شما پرسان بکنم، اگر مثلا کسی در برنامه دیدن معمولا خوشان آمده که شعرهای شما را بازم اونو خوشان دیکلمه بکنن بشنن، شما معمولا شعرهایتان ای که گفتین تا نوز کتابش چاب نشده در کجا میتونه پیدا بکنن و همچنان اونو هم زمزمه بکنن؟ بسیار تشکر. زیادتر صفحات اجتماعی است و من وبلاگ ها هم دارم که دوستا برام ساختن، خورشید تابنده عشق، بله، و اشعار احمد محمودی امپراتور، و بیشتر در سایت های اینترنتی دوستا لطف میکنن و بنشم. خیلی خوب. دقیقاً. واقعاً باز هم آخر برنامه هست حمیده جان، و همچنان میخوایم یک شعر کوتاه دیگه باز هم از آقای محمود در آخر برنامه بشنویم. بله، اگر شما موافق باشین یک شعر دیگه هم ما میخوایم از شما بشنویم در پایان این بخش هستیم. بیا و یک دو نفس جان و دل خطابم کن، بیا و از حرقت غرق در شرابم کن، بیا و زلف بیفشان و عشق و مستی ده، بیا و یاد هزان روز انقلابم کن، بیا تو در خم هستی شراب کهنه بریز، بیا بیا تا کرم خود دوباره آبم کن، بیا که در نفس سرد خیش میمیرم، بیا و گرم تر از نور آفتابم کن، بیا تو علم حمای راز عشقم باش، بیا تو درج به صد دفتر و کتابم کن، بیا تو زخم فراق مرا نما مرهم، بیا تو فارغ از این رنج و التهابم کن، بیا که هر نفس از عمر من رود برباد، بیا و بیشتر از هر نفس خرابم کن، بیا به دست رقیبان فتنگر مگذار، بیا به آتش عشق خودت کبابم کن، بیا با آمدنت شاد کن دل محمود، بیا و دور از این رنج و مشکل و بیا و دور از این مشکل و عذابم کن. بسیار عالی، واقعا تشکر، سپاسگزار هستیم از اینکه در برنامه حاضر شدین و همچنان صحبت هایی با شما داشتیم و همچنان مستفید شدیم از دکلمه. بسیار تشکر از شما و از همکاران عزیزتان و از برنامه و از اینکه وقت گذاشتین. سلامت باشین بینندگان عزیز. سلامت باشین، تشکر. ما هم شما رو خوش آمدید میگیم و همچنان بیننده عزیز سپاسگزار هستیم از شما که تا اینجا ما همراه بودین، صحبت هایی داشتیم با احمد محمود امپراتور که شاعر هست و همچنان شعرهای بسیار زیبایی داشتن. امیدوارم شما هم مستفید شده باشین. این بود برنامه امروز ما، داشته های ما تقدیم شما از شد. تا برنامه بعدی و روزی بعدی همه شما را به خداوند پاک میسپارم. خوش حال باشین، خدا نگهدار شما. بله، من هم سپاسگزاری میکنم از تمام شما عزیزا که ما را همراهی کردین. تا فردا ساعت 8 تمام شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش.